گوشت سنگین شده؟ این همه صداد میزنم نمیشنفی؟ نشیندم آقا جون، صدام کردین. تو که باز داری نیمرو درست میکنی. 4 قدم میرفتی سر کوچه گوجه میگرفتی اینو املتش میکردی. وقت نمیشد دیگه برم گوجه بخرم. آقای مجلسی گفته صبح زود بیا خونم. اون که خودش دالنگه زور خوابه که. بهتر تا بیدارشه میگیرم میخوام. شما سیامکی نمیذارید بخوام. سیامکو قاطی نکن. موبایلم مراقب باش، مراقب اون بره موبایل اینجا بود گذاشتم زیر متکات پسرم. چرا؟ چرا گذاشتی اینجا؟ یادشم بزن. الو خوبی؟ نه من دفترم از 5 صبح هر روز. گفتم که این پروژه‌مون خیلی سخته، تو این خیابون این اولی است. حالا یه روز میریم نشونت میدم. نه اصلا دارم صابون نمیخورم، خونه وقت نکردم. میدونی که این پروژم خیلی دست پای من گرفته، به خاطر همین بازداره برای کی چه خام میکنه. نمیتونم بیا تو کار داداش بزرگتر دخالت نکن. 5 دقیقه از من بزرگتره آقا جون. حالا هرچی باور کن نمیتونم بیام. نه ماشینم خراب شده آخه. آره همون صفره، ماشینای مدل بالا اینجوری اند دیگه، خودتون دارین که. نه اونی که فروختم تو عمرش 2 چرخه نداشتم. چه اتفاقی؟ بعد یا خوب باشه. کجا؟ الان کافی شاپ باشه. میام بیرون سعی میزنم آدرس میگیرم. خدافظ. آقا جون این اگر ردیف بشه. بابا چی میگی تو داداش من؟ کاش چاخانم کنترل داشت، حداقل پولش زیاد میومد، رعایت میکردی. خودش عرضه این کارا رو نداره، حسودیش میشه. این مادر خدا بیامرزش، روحت شادتن. اونم حسود بود. این پروژه هم میخوره تو دیوار، فقط بدنامیش وسط میبره. من رفتم دیرم شده. بابا ترسیدم آخه، یه بوقی یه سوتی همینجوری میگه. یه فکری به هر قلب من بکن. من معذرت میخوام در نزده اومدم بیرون، عذرخواهی میکنم. امری داشتین بفرمایید. نه من کاری نداشتم. نداشتیم. من این موقع روز با این حالتون اینجا یه دفعه تعجب کردم. داشتم رد می‌شدم نفسم گرفت، گفتم یه دقیقه واسم. اشکالی داره تو خونه خودم هم نمیتونم واسم. الان بهترین؟ خدا رو شکر پولو بدین بهترم. 4 ماه کرایه‌تون عقب افتاده. ببین چه سما کرایه چه قشقره خیلی انداخته. اینو لطف کنین به پدر بگین. دستون درد نکنه. برید تشریف منزل آقای دکتر دیگه، استراحت کنیم بخوابیم. بله مثل اینکه شما به صورت خیلی خودجوش از همه چی خبر دارین. دیگه به هر حال دستون درد نکنه. سلام به آقای دکترتون برسون. بسیار خوب. به نظرم دیگه بریم سر کار هممون ها. بله بریم. شما نمیرین؟ نه خیر من اینجا راحتم، شما بفرمایید. بفرمایید دیگه. من مزاحمتون میشم ببخشید از این. خانم بله. سفارشتون رو میفهمین؟ خیلی ممنون، منتظر کسیه. سلام مادر، چی میل دارید؟ اولا مادر نه و خانم. دوما یه دونه از اونا میخوام که برای اون خانم آقا بردی. در ضمن چراغم روشن کنین، آدم تو این تاریکی دلش میگیره. نگران پول برقشین. 2 تا گیلاس میندازین تو بستنی، کلی هم مردم پول میگیرین. خب یه چراغ روشن کنین آدم بفهمه چی داره میخوره. چشم. نوشین ببخشید. همه قول و قرارات همین جوریه دیگه. من تا حالا کی دیر اومدم سر قرار؟ همیشه. تا آخر این پروژه کوفتی سکته نزنم خوبه. خیلی وقت اومدی؟ نگاه به ساعتات بکن. آره. حق داری. خیلی ترافیک بود. نوشین اونجا رو نگاه. کیه؟ کافی شاپ چقدر طرفدار پیدا کرده. چی می‌خوری؟ هرچی خود دوست داشتی. چی میل داری؟ 2 تا اسپرسو و 1 کیک شکلاتی لطفا. بلشو. الو آقای محترم، من گفتم 2-3 ساعت میرم بیرون، بعد برمیگردم میام، شما هر سوالی داشتی بپرس. فهمیدی؟ پرورشی الان زنگ زدی؟ ببخشید. بفرمایید چه سوالی داری؟ نه نمیتونم، الان تایم کاریم نیست. آخه اجازه هم بدم شما میدونم چه سوالی میخوای بپرسی. خیلی خوب، بفرمایید. استخرسونا طبقه 22ه. این 100 بار مگه نقشه نیست جلو دستتون؟ الان نگران چی هستی؟ شما نگران این که از بیرون از طبقه 22 استخرسونا معلوم نشه؟ آخه این حرف من میزنی مگه شما میخوای وایدو برداری؟ ببین تا 2 ساعت دیگه حق نداری من زنگ بزنی. ببخشید نوشین، صدام بلند بود. نه خواهش می‌کنم، حالا انقدر هرس نخور. آخه نمیفهمه. اونورم همین جوریه؟ اونور با ایران خیلی فرق داره نوشین. همش یه حساب کتاب داره. یه چیزی میگم شاید باور نکنی. من مثل همین پروژه اونور داشتم کار میکردم. توی تایمای خارج از کار یک بار صدای سرکارگر نشیدم. تو فقط ببین این دفعه دهمش امروز زنگ زده. حالا کم کم عادت میکنه. آره ولی برای من که با سیستم اونور بار اومدم بزرگ شدم یکم سخته. ولی خب دل مشغولیا و این چیزایی که من دارم اینجا، این وابستگیام اجازه خستگی من نمیده. اینو باور کن. دست شما درد نکن آقا جون. قرص قدم. سلام عرض کردم. حالتون چطوره؟ متعلقین خوب هستن؟ سلامتی؟ خیلی عذرخواهی می‌کنم. قرص قند بزن. من اتفاقا برای عمم گرفته بودم. چرا لجبازی میگم جواب ند، بس بره. دست شما درد نکنه. چیزی اینجوری قانونی میره. بفرمایید. دست شما درد نکنه. این چی؟ واقعا قرص قند بود؟ عمم. راست میگی؟ خیلی خوب، میگم که ببین گفتی کارم داشتی، سریعتر بهم بگو بلاشیم بریم یه جای دیگه، مثل این صلاح نیست. آهان ببین من یه چیزی میخواستم بهت بگم ولی نمیدونم چجوری بگم، راستش یه ذره خجالت میکشم. چقدر منو دوست داری؟ چه واقعا داری میگی؟ آره جدی دارم حرف میزنم، یعنی به خاطر من چقدر حاضری از خود گذشتگی کنی؟ چه سوالی میپرسی؟ شوخی میکنی یا؟ سیامک دارم جدی حرف میزنم. خب جدی که آخه چیزی نمیگی که من بفهم جدیه. خب بگو. من خودم یه ذره حالم خوب نیستش، دیشب تا حالا که این خبر شنیدم یه ذره شوکه شدم. چه خبری؟ بابام دیشب زنگ زد گفت داره تا چند روز دیگه میره کانادا. خب طبیعیه اون همیشه مسافرت میره به سلامت. اگر یه موقع کاری داشت دیوید دوست بابام اونجاست. به اتفاق مامانم، عمم، برادرم و من. چی؟ نگفته بودی؟ آها فهمیدم، یعنی برای تعطیلات عید داری میری مسافرت رو برگردی ها؟ خدایا برای تعطیلات عید دیگه؟ برای همیشه است. یعنی چی نمیشه؟ نمیشه نداری؟ آقا هر کی ندونه تو که میدونی من 6 دنگ صدام کامله. بله. چی؟ اجازه کنسرت نمیدم. مگه اونایی که میخونن ما با اونا چه فرقی میکنیم؟ اولا اونا خیلی حرفه‌ای تر از ما که میخونن. آقا جون از خداشون هم بد باشه که یه دکتر با کمالاتی مثل من آوازم میخونه، هنرمنده. بله آقا الان من کار دارم، اجازه بده تو فرصت مناسب به زنگ میزنم. باشه خداحافظ. آخ آخ چی شد؟ چی شد؟ بدبخت شدی. چی شده؟ بدبخت شدی. آقا سلام چی شده؟ ببینم طوری نشه میگم که من واسه چی تو رو آوردم تو خونه و زندگی و محل کسبم؟ واسه چی آوردم؟ آتیش گرفته خونه؟ خونه آتیش گرفته. آتیش چیه؟ باش اینجا ببینم. آقا به من بگین چی شده؟ اینجا باش اینجا. بهت میگم چی شده. چی شده آخه؟ آخه چی شده؟ جای دوباره آتش گرفته؟ بله آتش سوزی شد. خب شکلی کسی چیز کرده، شکایتی چیزی کرده؟ آقا به من بگین این چیه؟ عکسش رو دیگه. خب میدونم عکس منه، چه اشکالی داره؟ آتش گرفته. خب چی آتش گرفته؟ مرد اسلامی مگه نمیبینی با اون چشات؟ این عکس مال زمانیه که من هنوز مو نکاشته بودم. از چی گذاشتی این اینجا؟ آبرو منو میخوای ببری؟ آقا برای این منو بیدار کردین؟ آقا خب برای من، آقا خب من خاطره بد دارم از آتش سوزی، اینجوری منو بیدار نکن دیگه بابا. سعید. بله آقا. آقا جون کاراتو بکن، میخوایم بریم کار داریم. کجا؟ ای بابا یه نوک پا میریم کلینیک، یه ساعت من کار واجب دارم برات میگردونم بجام. آقا شما که گفتین امروز همش خونه کار دارین. یه خبر خوشم واسط دارم. راستی چی هست؟ تو که میدونی من خبر خوش الکی بد نمیدونم، شرط داره. باشه من میرم ماشین روشن میکنم، فقط شما به من بگین خانواده‌تون بالاخره تشریف میاره یا شما تشریف میارین اونورا؟ شما کارت نباشه. راستی این ساعت من کجاست؟ ندیدی تو؟ ساعت خدا بگم چی کارت نکنه سیامک. چند سال پیش که بابام بازنشست شد به سر یکی از دوستاش اقدام که برای رفتن به کانادا، تا اینکه بیزینس جدیدش رو شروع کرد اصلا بیخیال شد. یه دفعه چند روز پیش زنگ زد گفتش که می‌خوایم بریم کانادا. من اصلا نمیدونم بابام چجوری این تصمیم میگرفت. اون یه پیرن میخواد بخره 8 تا قیمت میکنه. نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد. شانس منه. تو می‌خوای چیکار کنی؟ نمیدونم. اگه اونا بخوام برن کانادا من که نمیتونم بگم نمیام. تو میخوای چیکار کنی؟ من باید چیکار کنم؟ چیکار میتونم بکنم؟ تو اینجور شرایط معمولا چیکار میکنم؟ هیچ. قبل رفتن؟ قبل رفتن؟ قبل اینکه بیام تهران ما بخوایم بریم کانادا؟ شوخی میکنی؟ یعنی یعنی تو همین چند روزه بیام خواستگاری؟ آفرین خودت گفتی. من از ملاس آمو دیگه چه ندارم، چه حرفی داری میزنی؟ یعنی چی؟ مشکل چیه؟ خیلی نوشین من نمیدونم واقعا نمیفهم. یعنی ببین الان من 7-8 تا برج بلنده باید اینا رو تموم کنم. اونو مرد رو گفتم پرت کنم پایین، نه که اونو پرت کنم، یعنی اون پروژه رو باید تموم کنم. بعد از اون گذشته من یه پدر پیری دارم که باید عصای دستش باشم، میدونی. بعد یه سری مشکلات شخصی که اینا رو همه رو حل کنم. یعنی من میدونستم که من پیش گفتم سریعتر اینو بذار برو که من مشکلاتمو خیلی ممنون. الو میتونم حل کنم شما این خواهد من میتونستم ماه پیشی کنم. سلام به رو ماهت. نه ما خونه نیستیم، با نوشین اومدیم کافی شاپ، میخواست باز دوستاش خداحافظی کنه. چی؟ خونه بابا رو فروختی؟ خونه خودتونم فروختی؟ نمیتونی یه کاری بکنی؟ یعنی چیز؟ اون خونه بوی بابا رو میداد. خیلی خب بازسازی کرده باشین، بوی بابا که با این چیزا بین نمیره که. حالا چند فروختی؟ چی؟ 2,200؟ بابا 3 ماه پیش همسایه بغل دستی 2,700 فروخت. چرا آتیش به مال میزنی؟ مگه پول علف خرس آخه؟ چی؟ من نمیدونم تو خراب شده چه خبره که تو داری خودتو بدبخت میکنی. نوشین بابات بدبخت موجود آوارمون کرد. خاله داشت من که از با چیزی سر در نمیارم، یه تعداد ببینم چیه تو داری اینجا سردر میزنی. خداحافظ. ای بای آلم بده. آقا کیک شکلاتی بیار با 2 تا شربت سکنجی میکنم. میخواستی من دارم تا آنگاه به دادم برسیم. میخواستی من دارم تا آنگاه میگرم بس یه امیدی هستی بس میمونی. عمه زندی سلام عرض شد. مگه من مردم بفرمایید؟ سلام مهندس، مگه تو به داده من برسی؟ ای وای ای خدا. سعید ای بابا معلوم از کدوم گورسونی هستی تو؟ چقدر فسفس میکنی؟ بجون بابا دیر شد. ای بابا ببخشید. آقا خبره چیه؟ کدوم خبر؟ صبر داشته باش چقدر تو عجولی هپلی. ولی نوشین جان یه موقع یه کارای بدی میکنی من شرمنده میشم. باید شما میگفتی که همه جان اینجا هستم، من نشناختم. همه جون ببخشید من قبلا گفته بودم شما گوش نکردید. بله ولی همه جون فکر نکنید یه موقع عمدی بوده. اختیاری حرفا چی؟ شما ماشین دارین آقای مهندس؟ من انواع اقسام ماشینای مختلفو دارم، متعلق به خودتونه. ولی تو طول روز پشت فرمون نمیشینم، سم ببرم. پس ما آقای مهندس میرسونیم. بفرمایید آقا. من یه تاکسی میگیرم میام. نمیشه بفرمایید. میشینی؟ نه ابدا من گفتم طول روز نمیشینم. نمیشه یه ذره یواشتر بریم؟ من به عمه زندیق یه چیزی بگم، بعد هر چقدر خواستی تون برو. بله بفرما جناب مهندس، بفرما. بگو میگم عمه زندیق اگه من بدونم که آقای زندیق با ازدواج من نوشین موافقت میکنه، همه زندگیمو بل میکنم، یعنی تمام پروژه‌امو میخوابونم، یه سری ملکامو همه رو میفروشم و آماده ازدواج میشم، حتی یه سری زمینای بایر دارم که اونا رو میدم به ایتام. ببین من که الان موضع بابام نسبت به تو رو که نمیدونم، تو اول باید بیای خواستگاری من ببینم بعدشون چی میگه. آخه یه چیزی میگه نوشین جان، چون درستم میگی، ولی واقعا یک هفته فرصت خیلی کمیه. چرا مهندس راست میگه نوشین جان، من بالاخره باباتم شاید بخواد تحقیق کنه راجبه جناب مهندس، تبا تحقیق کنه در مورد شما جناب مهندس یا نه. همه جون چه تحقیق، مهم شناخته که من از یمن شناخت کافی دارم دیگه، تحقیق برای چی؟ سلام، خیلی خوش آمدی. مشکل اینجا محل کاره یا روزنامه خوندن؟ راست. اما افسری که به تو گواهینامه داد ببینم، کار دارم باش. چیه قشنگی ها؟ بله قشنگی. شما اومدین برای همین سر صورت؟ بله بندم عمل سر صورت میکنم. من دکتر مجلسی هستم، صاحب این تشکیلات. آی دکتر اگه ما عمل کنیم واقعا این شکلی میشیم؟ این شکلی شاید از این بهترم بشی. ببین یا شبیه این میشی یا این. کدومشو دوست داری؟ شوخی میکنی آقای دکتر؟ از این شب بهترم بشی. واقعا من این شکلی میشم؟ با تکنولوژی الان و دستگاه و تشکیلاتی که ما داریم میگم از اینم بهتر میشی. از اینم بله گونه واسط میذارم، چونتم میذارم و چشاتم لنز میذارم، جمجمتم که خوبه، از این بهتر در میه. خب باشه، فقط اگه میشه موهای سر من دست نزنید، همین تیره بمونه، میخوام این حالت صورت هم شرقی همینجوری حفظ کنم. خب به اون من کاری ندارم، اصلا به اون دست نمیزنم، همینا که گفتم لنز وسط میذارم، بله گونه میذارم، چونه میذارم، پوستم میکشم، میشه عالی‌تر از این، بهتر از این قول بد میدم در میاد. آره کی وقت بهم میدی؟ وقت خب ببینم شما فکر مخارجش کردی، مخارج بالاست. بابا اصلا فکر خرجش نکن، من بیشتر از این پولا خرج کردم. میدونی چرا؟ برای خواستگاری گل خریدم، پول دادم، شیرینی، پول آژانس، انقدر رفتم خواستگاری پول خرج کردم، خدا میدونه. فقط برام مهم نیست پولش، فقط بگین کی من وقتمه. عرض کنم خدمتت که وقت شما میفته واسه بله آخر تابستون، اوایل مهر میشه. آقای دکتر خیلی دیره، من به خیلی قول دادم. ببین همین عید مگه افتتاحیه شما نیست؟ قربونت برم، من تازه واسط خیلی پارتی بازی کردم، گفتم اول مهر. وقت ما پره، اصلا وقتی نداری، هیچ را نداره. ببین تو که یه عمر اینجوری سر کردی با این قیافه، این سمام روش دیگه عزیز من. چه فرق میکنه واسه تو؟ باشه بس مجبورم. ببخشید یکی این عکسو به من بدید، من میخوام بذارم تو پیج اینترنتم. اون مال تو. دستت درد نکنه. آقا جون سعید جان ایشونو برده ببرش پیش خانم منشی واسش تشکیل پرونده بده، ببینیم چه کار واسش میکنه. بله رفتم براتم قربان. برو ببینم. بله قربان خیلی خوشم اومد. بفرمایید. بفرم اونجا بفرم. سلام. حال شما خوب هستین؟ شما متقاضی هستن خانم؟ آها، اون وقت قبل از عمل یا بعد از عمل؟ خانم عمل زیبایی درستی درصدی خطا داره، ولی دیگه نه اینقدر هر عملی باعث بشه که بعدش دوباره عمل بشه، نه؟ بله ببخشید. الو مامان جان، هرچی قرار خواستگاری داریم ما تا آخر شهریور ما کنسلش کن. چه میدونم، بگو رفته میخواد درس تموم کنه، همچین چیزایی. خانم برای ایشون تشکیل پرونده. باشه. آره این یکی گوش کن. نیم ساعت پیش بوکی دیدم دکتر صادقی. آره ماسکو زده بود، آقا دستکشارم تا بالای آرنج ساروی بازو کشته بود بالا. ولی ناراحت. گفتم خیر انشالله، عمل داری دکتر؟ گفت نه، گوشیم افتاده تو دستشویی. دکتر مجلسی باید قیافشو میدید. حالا من جلسه دارم بعدم برای تعریف میکنم. قربونه خدا اصلا نباشه. ما کار داشتین از صبح گفته بودیم. بله کار داشتم جناب. زنده باش. گفته بودید کلینیک برسیم بهم میگید. گفتم بله. شما اخراج. چون؟ اخراج. دکتر مجلسی همون که گفتم. یعنی آقا اگه به خاطر ساعت من پیدا میکنم تا عصر بزن قبولی که بیمارستان ساعت من خدمتون تقدیم میکنم تا عصر پیداش میکنم. ساعت یکی از دلایلشه، به هزار یک دلیل دیگه. میدونی من زهر زندگیم دست تو. دست تو همینجوری وقتی بعد این کارو بکنی چیکار کردن؟ با دکتر کلینیک برای چی در افتادی؟ دکتر صدری؟ بله صدری. دکتر خب من بده دکتر صدری؟ بله بهش میگم آقا تو چرا از یه حساب همش چک میدی به ما؟ مگه همه بیمارات میریزن تو یه حساب پولو؟ میگی تو چیکار داری؟ فکر کن اسپانسر گرفتن برای درمان. راست میگه دیگه. راست میگه. بله خب معلومه داره کلا میزنه سرتون دیگه. معلومه داره نقد بگیره به ما چک میده. من دلم میخواد تمام عالم و آدم سرم کلا بذارم. به شما چه ربطی داره؟ دکتر من معذرت. یا از این حرفا گذشت. از دکتر صدری برام عذر خواهش بزن دیگه. بیرون اخراج. برو حسابداری حساب کتاب تو بکن از همون طرفم. دکتر دلیلش این نیست، یه چیز دیگه است شما من نمیگی. نه برو ببینم دکتر بهت میگم. برو یه چیزی بهت میگم. ها این چیه دیگه؟ رفعی اومد فرستادمش. من نمیدونم تو چرا انقدر از تحقیق میترسی. تو بیا قدم اولو بردار، بیا خواستگاری. شاید بابای من تو هم برخورد اول از تو خوشش اومد، هیچ مشکلی هم نشه. شاید هم یه سری شرط و شروط گذاشت. بابا یه چیزی بهت بگم. ببین همه چی رو نمیشه گفت. چیو؟ از ما خجالت میکشی؟ خجالت نداره که. بفهم بله میزنم به گوشم. شما این بچهای من آهای گوش میدم. شما بابا حرف نزنید. از درکتون ممنونم. از درک به موقعتون. نوشین حالا که همه نمیشنوه. ببین خیلی یه دفعه‌ای من باور کن نمیتونم. اگه من میتونستم همون کاری که میگفتم بهت انجام میدادم. بعدم نمیرفتم سراغ خونه ساخت، حداقل پولامو جمع میکردم. ایوا داره خونه میسازی کجا جناب مهندس؟ همه جا فکر کنم اون خاموشا. نه روشنه. چرا اینم خوبه. منزل مال خودتونه. مال پدره. این مال پدره. سند 6 دنگه. بله. اصلا دنبال مادیات نیستن. درسته. بخواستم بدونم ارز و اعیان چطوره. من میدونم فقط بابا 200 متر پاگردشو درست کرده. حالا داخلش چه دیگه خودم خیلی جاهاش بچگی وقت نکردم. یعنی فرصت نشد. آقای وفایی جانم، شما نمیدونی آقای مجلسی چرا من اخراج کرده؟ آخه اخراجت کرد؟ بله صبحم بهم نگفت. خیلی امارش خوب بود، برو خودش نگفت. من نمیدونم واقعا. آها بابا ماجرا این صدریه دیگه. البته میگم من خیلی سعی کردم رگشو بزنم ولی نشد دیگه. دست شما درد نکنه. خیلی حالا ناراحت نباش جوون، چیزی نیست. ببین من تمام مزایا و حقوقت دادم. بیا امضا کن بده به من. نه فکر کنم این اشتباهه. این پاداشه، برگه پاداشه. اشتباه نیست بابا جون، بد تایپ شده. اخراجه. این اصلا برگه پاداشه نمیشه. 150,000 تومان پاداش. اشتباه دیگه. چرا میخندی؟ اشتباهه. خنگه نوشته 1,500,000. آره 1,500,000 150,000 تومان اشتباه. 1,500,000 بهت پاداش داده. بگی امضا کن. آخه البته نقش من خیلی مهم بوده بگم. دست شما درد نکنه. نه نمیخوام. دست شما درد. خودکارو میخوام بگیرم. دستتون نمیخوام ببوسم که. ببخشید. امضا کن. خیلی لطف کردین. امضا کن که داری نون قلب مهربونتو میخوری ها. بله. هیچ گلن قلب خوبو نداره. خیلی ازش محرومم. خیلی ممنونم. آره بفهم لطف کردین. در ضمن از آقای مجلسی هم تشکر کنم. موفق باشین. آقای مجلسی، آقا دست شما درد نکنه. چه بهم نگفتیم میخوایم به این پاداش بدیم. جلوس نکن واسه من. بپر پشت فرمون بریم. آقا دست شما درد نکنه. خسته نباشی سعید جان. خسته نباشی. زنده باشی. بگو امشب حواسی چی کردم؟ حواسی چی کردیم؟ حواسی یه کشکو بادیم جون مامان که با لبان بازی کنه. چشم برو چشم. برو بریم. چشم. همینجاست نگهدار. من همینجا رفع زحمت میکنم، پیاده میشم دیگه. تو رو خدا بذار برسونم تا تو پذیرایی. نه دیرتون میشه. منزل اینجاست؟ منزل نه اینجا منزل باباست. من از این منزلا نمیگیرم. این ببخشین اینی که این نوکنمونه. چاکرتون. چه خونه بزرگی هم هست. قابل شما نداره. بفرمایید در خدمت باشید. مزاحم میشیم جناب مهندس. خیلی ممنون. خدا خواهش می‌کنم بفرمایید. قربان شما. خیلی ممنون. تشریف می‌برید. خدا. می‌فرمایید. برو دیگه. خدا. الان میام برات توضیح میدم. خیلی مردی. همین الان کلی تعریفت بود. ببین کلی مشتری جور کردن از دکترها. ببین اینا فامیلش از این دماغ چیزا، یعنی میخوام بیان عمل کنن، خیلی هم زیادن. نونتون تو روغنه. گفتم بیان. سمک دیگه شورشو داره بردی. دیگه از این برنامه پیاده کنی یا خودم میام لوت میدم آبروتون میبرم. حالا خب بابا بیا گدا. خوبت گفتم. من گفتم آره. خب گفتم باشه. بابا از صبح تا دکتر میگه ساعتم کو. من گفتم اونجوری نگاه کردین یعنی بردار دیگه. خب بیا. بده من. میگم رفتم تبلیغ دکتر رو کردم، گفتم بابا انقدر خسته شدم. شدی که شدی. این به بعد خواستی خرقلالو سرکیسه کنی رو من یکی حساب نکن. اولا سرکیسه نه و بیزنس، بعدم این خانم محترمی که شما دیدید قضیهش با خیلی فرق داره. آقا هر غلطی میکنی رو من یکی دکتر، لباسای دکتر حساب نکن. صدا تو من نیا برو. سعید چرا تو نمیفهمی؟ سعید من عاشق شدم. بیا موتور من برو. اگه دیر اومدم دیگه اصلا نمیام. نه بیا. نمیام میگم. اگه دیر شد دیگه میمونم همینجا دیگه. ما شام چیکار کنم؟ چی؟ شام چیکار کنم؟ هرچی بر مجلس روزکاری 5 تا درست کن. خیلی خوب بگیر. متاسفم دخترم. متاسف. میدونی چیه وزارت بهداشت بابا جلو کارو گرفته. میگه که دستگاه باید بومی باشه که با دماغای اینجا سازگاری داشته باشه. چه میدونم؟ آخه رقبان بیکار نشستن، سنگر میندازن. آخه نون خیلی ها این روزا تو دماغ دخترم. آره تازه میخواستم نصفشم وام بگیرم. آره دیگه، ولی وام به کسی نمیدم، به هیچ کی وام نمیدم. گوش کن ببین چی میگم. مطب آماده میشه تا روزی که شما مادرت برسونید خودتونو. مطب آماده است. بعد فقط یه فکری به حال قیافه تکراری مادرت بکن. آره چی پشت داره میده؟ مگه رو آیفونه؟ اوه بگو باشه بیاد با فتوشاپ درستش میکنیم. باشه خیلی خوب. باشه خودم باش صحبت میکنم. باشه قربانت، خداحافظ. آقا ساعتتون پیدا شده؟ گفتم همین گوشه کنار راست. بله تو جیب شلوارتون بود. اینه من رو میزم گذاشته بودم. چطور؟ عجیب برای منم عجیب بود، نمیدونم. حالا تو جیب شلوار ولش معلومانی نداره. آقا جون بله. کاری بود داشتم. میپری میری در اون آژانس هواپیمایی بود یارو گنده. آقای معینی باریکلا. میری پیش اون میگی یه دونه بلیت توکیو واسه من صادر کنه، برگشتش هم چی؟ اوپن باشه. شما الان تو خانم بچه‌هاتون گفتین نمیرسین برین. ببینم تو هنوز من نشناختی. بابا داشتم شوخی می‌کردم باشین. شوخی نمی‌ذین من شوخم. بله خب اگه می‌خواید تو جشن فارغ التحصیل دخترتون شرکت کنین بهشون میگفتین خوشحال میشن. آقا جون میدونی می‌خوام چیکار کنم؟ می‌خوام وقتی مینا و مادرش جلوی یارو عکاسه است، پوز گرفتن و ژست گرفتن جلو دوربین عکاسه، منم از عقب برم پشت سرشون وایسم اینجوری نگاه کنم. یه چشم تو دوری خوبه عشنگ نگاهشون کنه. خدمت شایی خدمت من بارا جدی کجا بودی؟ آقا خوش برخورد مهندس، خیلی پسر خوبی بود. باید خونه‌شون رو ببینیم و واسه قربونت برم. من به جز بدم چه خونه زندگی؟ نه تو که نرفتی، ولی خب از بیرون معلوم بود وضعشون توپه. تازه خونه بابا هست. خیلی خوب خلاصه بهتون بگم این بچه‌م بختش به خودم رفته. خیلی بختش بلنده. بابا سوش مگه که شما بخواید با دست خودتون بدبختش کنید. ای بابا مردشون رو خارج رو ببرن. هی خارج چقدر ندید بدیدید شما ها. سرنوشت بچه مهمتر یا خارج ها؟ شما نمیخواد آقا منوچهر به من بشناسونی، داداش خودمه میشناسمش. اما تو هم از زن باشی، زنیت داشته باشی، تو مثلا زن قدیم هستی، باید از پس این کارا بر بیاد. اگه خوابت از بله باید رنگ خوابش جوهر دستت باشه. من بابام بدون اجازه مادرم رو بزنید آبم نمیخورد. یه کاری کن بیره تو یه ما بندازه عقب. آره. آره ببین آدم خواستگار خوب و چی جواب نمیکنه. سلام بری. دست دردتون چی هست؟ کشک بادم جون. سعید چرا اینجوری میکنی؟ چرا خوبه که؟ چه اخلاقی تو داری؟ همه کارات برعکسه. بابا یارو مجلسی این همه گوشت و مرغ اینو تو فریزر داره کشک بادم جون درست میکنی؟ دکتر خودش عوض کرده بود. دکتر برای چی باید عوض کنه؟ آقا این بعد دکتر عوض کرد. شما برای ما یه چیز دیگه درست کن. خرج ما رو سوا کن. دست درد نکنه. خب باشه اگرم که قبول نکرد یه کار دیگه بکن. غذا فدای سر اون کفشن چرمی هست مشکل. خیلی رو داری. باشه اگه اونم قبول نکرد این حرفش گوش بده چون اون بزرگتره. بگیر. بعد میندازت بیرون هم کشک بادم جون هم نداریم. چی آخه کشک بادم جون شد غذا؟ قر نزن خدا رو شکر کن. خدا خفت کنه با این قضا درست کردن. آخه چی هستش اصلا؟ اسمش چی هست؟ کشک بادم جونه. میدونم این کشک بادم جونه توه. یه دونه دختره؟ یه دونه دختر که از هیچ خواهرم نداره ولی یه داداش داره اینقدر هم بلندتر. هر سوالی داری همون بپرس. خب بهتر. از قدیم گفتن جیان ماشین نمیشه باجناق فامی. مثلا این باجناقای گردن کلفت لندهون من چه گلی به سر ما زدن؟ هیچی. تو مراسم ختم مادر خدا بیامرزت اومدن خوردن و بردن و رفتن پشت سرشونم نگاه نکردن. باجناق هر چیزیش تقلبیه. بفرما کامیوناش هم تقلبی از آب در اومده. اسمش باجناق نیست تو ایران بهش میگن باجناق و کامیون. خب دیگه دست به یکی کردین حرف عوض کنین. من دارم دختره میگم. نه دیگه گفتن نداره عزیز من موافقم. شما برو جلو خودم پشتتم. با چی موافقین؟ شما اصلا شنیدین چی گفت؟ گفت به دختره دروغ میخواد بگه. شما شنیدی چی گفت؟ گفت دختره پول داره. تازه مگه چه ایرادی داره که آدم به همسر آیندهش تو زندگی امید بده؟ آقا چون داره به دختره دروغ میگه شما هم دارین ازش حمایت میکنین. بعضی وقتا آدم واسه رسیدن به یه هدف بزرگ باید از خیلی چیزا چشم پوشی کنه پسر جان. این تجربه 60-70 سال زندگی ها که من همینجوری دارم در اختیارت میذارم. قربون دهنت. خوب گفتی. خوردی؟ بعضی وقتا از بعضی حرفا خوب میخوری. بیا الانم میخوری. بیا بلکن نونه بعید واسه آقات. تو این خونه چیکار میکنی؟ این چه وضعشه؟ آقا جون من میگم آدم باید با شریک زندگیش از روز اول صادق باشه. صحبت یه عمر زندگیه، صحبت یه روز دو روز نیست آقا سیامک. درست اون معلم شو. تو چه عده این پسر خاله اصغرینا رو در میاری؟ به خانواده مادریش رفته دیگه. یه مش بی ارزه حالو که همیشه خودم هفتشون گروه هشتشونه. اصلا عجیبه که شما دوتا دوقلو هستین. آقا جون حالا من بهتون بگم بازم به میخندین. فکر کنید من دارم الکی میگم. بابا وقتی من به دنیا اومدم یادمه اصلا داشتم زجه میزدم گریه میکردم هیچکی نمیفهمید دیگه. نمیتونم حرف بزنم که بابا من اصلا تو مدت تنها بودم وقتی داشتم به دنیا میومدم. بعد اومدم به دنیا یکی جلو می آقا اینا همراهت بوده. آخه ما همه این چیزا یادته؟ حالا تا حدودش که به هر حال یادم هست. من اینو ندیدم. به هر حال بعیدم نیست. وقتی مادر خدا بیامرزت حامله بودا هیچ دکتری به ما نگفت که این خانم دوقلو حامله است. من فکر میکنم وقتی که من تو بیمارستان بودم نی همچین سر و وضعم خوب بود. فکر کردن پول دارم اینم که سر راه افتاده گفتن بدیمش به این بگیم که زنت دوقلو زایده. بی ظرفیت. کجا سعید؟ بابا داشتم شوخی میکردم. این ترش لویش هم به نمک رفته. میدونم آقا جون یادمه. سعید ببین به جون سیامک به جون خودم من عین داداشم دوستت دارم، یعنی هیچی کم نمیذارم برات. بذارید دیگه رفیق ناراحت میشه قاطی میکنه. آقا جون ولی جدی میگم شما هم عین پدر خودم عین آقا جون دوستتون دارم. دهنتو ببند چرت و پرت میگی. خودت میگی بی ذات خودت بی یک از یک بدترین. الا یار جان چرا رنگت خزان است، حبس به ناز می آید محرم راز می آید، نخور قصه خدا جان مهربان است، حبس به ناز می آید محرم راز می آید، میان ما و تو عهد و نشان است، سبز به ناز می آید محرم راز می آید، سبز به ناز می آید محرم راز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید، از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید. الا یار جان خطر دارد جدایی، سبز به ناز می آید محرم راز می آید، نهال بی ثمر دارد جدایی، سبز به ناز می آید محرم راز می آید، سبز به ناز می آید محرم راز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید، از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید. خداوندا به من زودتر رسانش، سبز به ناز می آید محرم راز می آید، دلم از دیده می پرسه نشانش، سبز به ناز می آید محرم راز می آید.